اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. امروز ششم اکتبر سال 2023 میلادی است. این سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است که در ساعت 9 خوصی دی گئی ہیں برابر با ساعت 7 خوصی تهران پخش می شود. این اک توجه فرمائید به تازه ترین خبر های ہند و جهان گوینده اخبار رتیما شرما. اول سر خط خبر ها. نخست وزیر هند سنگ بنیان چند پروژه عمرانی با ارزش 12,600 کروڑ روپیه را در جبلپور ایالت مدھیہ پردیش این کشور گذاشته و افتتاح نموده است. هند تقاضای خود را برای کاهش در تعداد دیپلومات های کانادایی برای برقراری توازن از لحاظ حضور دیپلوماتیکی تکرار نموده است. سازمان پرداخت دیجیتالی هند قراردادی را برای فراهمی ارسال وجوه کم هزینه‌ای با سازمان پرداخت های اتحاد امارات عرب متحده به امضا رسانیده است. 80 کشور یک بیانیه مشترک را در مجمع عمومی سازمان ملل صادر نموده از رژیم طالبان خواسته اند که حقوق زنان را در افغانستان اعاده بکند. جائزه نوبل در ادبیات به جون فوسه نویسنده نورویژی برای نثر و نمایش نامه های نوآورانه‌اش اعطا شده است و در مسابقات بازی های آسیایی در چین هند 86 مدال از جمله 21 مدال طلایی بی سابقی را نصیب خود ساخته است. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی دیروز سنگ بنیان پروژه های عمرانی در بخش هایی مانند راه آهن، خط لوله گاز، خانه سازی و آب آشامیدنی تمیز با ارزش بیش از 12,600 کروڑ روپیه ای را در جبلپور مدھیہ پردیش گذاشته است. این پروژه ها شامل گشایشی بیش از 1,000 خانه در شهر اندور، سنگ بنیانگذاری چندین پروژه ها تحت مسیون جل جیون در بخش های دندوری و مندالای جبلپور و اهدای پروژه مسیون جل جیون در بخش سیونی می باشند. نخست وزیر اظهار داشت که این پروژه ها زندگی میلیون ها نفر از مردم از جمله کشاورزان و جوانان این کشور دگرگونی خواهد داد. هند تقاضای خود را برای کاهش در تعداد دیپلمات های کانادایی در هند تکرار نموده است با اظهار این که تمرکز توجه این کشور به برقراری توازن حضور دیپلماتیکی می باشد. ارندم باگچی سخنگوی وزارت امور خارجه هند دیروز طی خطاب به رسانه های گروهی در دهلی نو گفت که هند با نظر به حضور دیپلماتیکی عالی تر کانادایی در این کشور و دخالت مداومشان در امور داخلی جویای توازن در حضور دیپلماتیکی مربوطه شده است. او اظهار داشت که مذاکراتی درباره چگونگی های حصول این هدف در حال جریان است. در یک گام بلند مهمی برای تحکیم و تقویت پرداخت های دیجیتالی و در برداری مالی در امارات عرب متحده، NPCI شرکت محدود پرداخت های بین المللی یک شرکت فرعی پرداخت های ملی هند قرارداد مهمی را با سازمان پرداخت های الاتحاد یک شرکت فرعی غیر مستقیمی بانک مرکزی امارات عرب متحده به امضا رسانیده است. در میان محدودیت های متعدد به زنان در افغانستان توسط حکومت طالبان، حدود 80 کشور در بیانیه مشترک را در 78 مجمع UNGC صادر نمودن و بر سر تخلف ورزی حقوق زنان و دختران آن کشور اظهار نگرانی نمودند. تمام این کشورها از کابل خواستند که آنها محدودیت های زنان و دختران را از آن کشور بردارند و حقوق برابری زنان را اعاده بکنند. این کشورها نیز دستورات صادر شده از سوی حکومت طالبان را مورد نکوهش قرار دادند و از آنها برای لغو این دستورات تقاضا نمودند. کشورهایی از جمله امارات عرب متحده، استرالیا، ژاپن، اسپانیا، چیل همراه با 75 کشورهای عضو دیگر و ناظران از طالبان متقاضی احترام گذاری به حقوق زنان و دختران شده بودند که مبنی بر ارزش های طالبان و حقوق بشر بین المللی می باشند. جایزه نوبل سال 2023 در ادبیات توسط اکادمی سوئد به جون فوسه یک نویسنده نورویژی به خاطر نمایش نامه ها و نثر های نوآورانه‌اش که به چیزهای نگفتنی یک صدا می دهد اعطا شده است. اکادمی سوئد
در بیانی ای خود مضافن گفت که امروز پاسه یکی از مشهورترین نمایشنامه نویسان جهان است که نمایشنامه هایش در سراسر جهان اجرا می شوند و او نیز برای نسل نویسی خود به طور فراینده ای شناخته شده است. بیان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.